درود امروز میخوایم دو تا رایتینگ یکی تسک یک آکادمیک و یکی هم تسک دو آکادمیک رو با هم دیگه بررسی بکنیم آنالیز کنیم و ببینیم چی، چیا میتونیم از هر یاد بگیریم پس با من بمونید چیزایی که قراره توی این ویدیو راجبش صحبت بکنیم یه دونه رایتینگ تسک یک کامل براتون آنالیزش میکنم از هر چهار لحاظ نمره دهی آزمون آیلتس تسک اچیومنت کوهیژن اند لکسیکال ریسورس گراماتیکال و همینطور همین فاکتور ها توی تسک دو که رایتینگ هم خودم نمیشتم سمپلاش برای کتاب چارده هست توی رایتینگ تسک دو و کتاب هفته رایتینگ تسک یک انتخاب کردم سوالاشو خب بریم رایتینگ تسک یک از کتاب کمبریج هفته تست دو میخونیم که the table and chart میخونیم که the table and chart below charts below give information on the public budget for 2017 and 18 in one area of Britain the table shows where the money came from and the charts show how it was distributed. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. خب توی سوال همونجور که میدونید این قسمت پایینی در واقع همیشه مشترک و بسیار بسیار در واقع مهم هم هست که من هاینلایتش میکنم باید حتما سلکت کنید و ریپورت کنید چیا رو مین فیچر ها رو چیزی رو سعی کنید از دست ندید و مهمتر از اون اینکه میک کمپریسنز بعد اون جایی که relevant هست مقایسه انجام بدید پس موضوع چیه موضوع در واقع یه دونه تیبل داریم همونجوری که این بالا میبینید و یه دونه چی پای چارت که منابع رو توی تیبل میبینیم که از چهار تا از سه تا منبع اومده و یه جمع داریم و توی پای چارت هم چه جوری دیستریبیوت شده این بودجه ها در واقع برای حال بخشی از پلیس هست توی بریتان در بین سال 2017 و 2018 این مقایسه رو میبینیم توی بحث سورس ها سه تا سورس داریم national governments local taxes other sources مثل مثلا grants و توی بحث دیستریبیوشن یا چه جوری خرج شده بودجه 75 درصد تو 2017 ال 69 بیشترش برای سالریز بوده افیسریز اند استاف ام بیلڈنگز اند ترنспорт می‌بینید که هفته هفته, هفته هیچ تغییری نکرده و تکنولوژی 8 درصد بودجه اختصاص داده شده بوده بهش 2010 2018 شده 4 ده درصد خب مسلما بعد از اینکه متوجه شدیم دقیقا موضوع چیه کاری که باید بکنیم چیه اینه که حتما حتما پلنینگ انجام بده در اینکه پلنینگ انجام بدیم من الان با هم دیگه مدل انجام میدیم متوجه بشید دقیقا باید چی کار کرد خب ببینید من نگاه میکنم به بودجه اول منبع بودجه خب میبینم این در واقع چیزی که مهمه اینه که از به میلیون پوند نوشته شده خب نشنال دونه, دونه دو هزار 2017 رو با اجدم مقایسه میکنم ببینم چی شده بودجه ای که این قسمت از پلیس در واقع بخش از پلیس گرفته از نشنال گورنمنت 175.5 بوده شده 177 و 8 هم تقریبا پس روند چی بوده؟ روند افسایشی بوده در واقع 2017 به 18 18 بودجه بیشتری گرفتن از نشنال گاورمنت چقدر یه چیزی هلوشه 2 دو سده 2 سده میلیون پاوند لوکال uh, تکسیس 91 بوده 110 شده 102 شده تقریبا میشه گفت که یه چیزی حلوش 11 در واقع میلیون پوند اضافه شده بجهی که از لوکل تکس ها گرفتن که خب این افسایشو رو من اینجوری نشون میدم که بیشترین افسایش رو تا حالا داشتیم دوتا میکشم فلش براش Other sources Other sources نیم شده یه کوچولو فقط اضافه شده پس روند به طور کل افسایشی بوده ولی خب بیشترین افزایش رو لوکال تکس داشته بعدش نشنال گاورمنت و یه افزایش خیلی کچولوی نیم میلیون پوند از other resources از و اگه توتال رو نگاه کنید 304 شده 318 میلیون پوند پس بودجهشون به طور کل افزایش بوده اینا ها که من باش کار دارم و باید مقایسه بکنم بریم سراغ how the money was spent خب میبینم که اینجا 75 سالریز بیشترین رو به خودش اختصاص داده پس اینجا می بین... یادم باشه که بگم بیشترین رو به خودش اختصاص داده مثلا دو تا ست فلش میکشم برای خودم که یادم باشه و 75 یک کوچولو حالا چی شده اینجا کاهش پیدا بده... کاهش پیدا کرده 75 شده 66 درصد بودجش کمتر شده در واقع پولی که اختصاص دادن برای حقوق بعد چیزی که تغییر نکرده هفته هفته یعنی بیلدینگ پس هیچ تغییری نکرده من یه مساوی میکشم اینا حالا قرار داره که خودتون میتونید بذارید برای پلانینگ و کاری که میتونید انجام بدید که بدونید خواهید چیکار کنید تکنولوژی هم افزایش بوده که 8 شده 14 که خب این در واقع تنها میتونیم بگیم فاکتوری بوده که افزایش پیدا کرده اصلا میزان بودجه که بهش اختصاص داده شدن چرا چون سالریس که کم شده بود حقوقا بیلدینگ ترانسپورت هم هیچ تغییر نکرده بود پس 8 به 14 اتفاق خیلی مهممونه که افزایشی بوده روندش خب حالا با توجه به این مقایسه هایی که کردیم برنامه زیایی که کردیم من تصمیم میگیرم با توجه به اینکه دو تا بحث جداگونه داریم یکی اینکه منبع این بودجه از کجا آمده یکی اینکه این, این بودجه چجوری تقسیم شدن یا خرج شدن ما در واقع میایم یه بادی من اینجوری تصمیم گرفتم که یه بادی راجع به تیبل بنویسم بالا و یه بادی هم راجع به پای پایتور فکر میکنم این تقسیم بندی تقسیم بندی منطقی باشه و علای دو تا رو با هم مقایسه بکنیم و بگیم که روندها چی بوده، ترندها و چه تغییراتی اتفاق افتاده. خب بریم سمپل رو با هم دیگه ببینیم. این سمپل هست. شروع میکنیم خب میدونید که برای نوشتن رایتینگ تاسک یک آکادمیک ما معمولا یه می نویسیم. نشون میدیم که چی موضوع در واقع به چیه و بعد معمولا حالا استایل من اینجوری که یه اورویو می چسبونمش به اینتروداکشن. که در واقع با همدیه یه بادی پاراگراف رو تشکیل میدن خب با هم بررسیش کنیم The table and pie charts compare the annual budget sources and their distribution to the police in an area in Britain in two years خب این شد پرفریز سوالم یا مطرح کردن موضوع از اینجا که گفتم overall به بعد آه, میشه overview من که واجبه حتما یه تسک یک یه گزارش تسک یک اوورویو داشته باشه به طور کلی یک چه اتفاق افتاده بدون اشاره به جزئیات گفتم while the total budget has increased and salaries consist of the majority of the budget خب its distribution pattern is relatively different in the two years دستر... شکل در واقع دیستریبیوشنش یک کوچولو relatively different هست به طور کلی نگفتم گفتم حالا جزئیات به طور کلی و به طور کلی هم بودجه چی شده؟ افزایش پیدا کرده نکته ای که از نظر گرامری می‌خوایم با هم بررسی کنیم. اینه که اگه حواستون باشه من توی اوورویو از چه تنسی استفاده کردم که میتونید شما هم این کار رو بکنید با وجود اینکه هر دو سالمون 2017 و ربط داره به گذشته ولی شما میتونید توی این اورویو این در واقع تنس رو به کار ببرید هیچ اشکالی نداره و به در واقع تنوع رنج گرامری که استفاده میکنید ساختار گرامری و تنسا کمک میکنه همون جور که میبینید من هایلایت هم میکنم از present perfect استفاده کردم که اوکی با کلمه در واقع لینکر خیلی زیبای وایل اومدم مقایسه کردم و گفتم که با وجود در... While the total budget has increased اضافه شده و سلری هم بیشترین میزان بودجه رو در هر دو سال به خودش اختصاص داده ولی یک کمی دیستربیوشن پترنا متفاوت. در همین حد کافیه. جای دیتیل حالا باید این چیزی که توی اوورویو گفتم و توی بادیا در واقع چیکار کار کنم سپورت کنم. پس این وایل به CC یا cohesion, coherence من میتونه کمک کنه بحث مقایسه رو نشون میده. خب بریم جلو. حالا اینجا مثلا اند داریم. its distribution اینا همش به سی سی رب داره its distribution ای refer داره به چی؟ به جمله قبل به budget که اینا به سی سی یا cohesion coherence یا همون یونیتی یا انسجام و یک پارچگی مطالب و جملات و پاراگراف ها رب داره خب بریم بادی اول رو با هم بخونیم که راجعه the police budget هست اون همون تیبل بالا mainly came from the اینجا دیگه ببینید رفتم سراغ چی رفتم سراغ پاس سیمپل از نظر ساختار گرامری و تنس came from چرا چون میخوام الان اشاره کنم به 2018 به 2017 پس از پاس سیمپل استفاده کنم the police budget mainly came from the national government in both years and saw an increase of 2.3 million pounds in 2000 in 2018 پس بیشتر پلیس در واقع بودجه پلیس از کجا اومد همونجور که میبینیم 175 177 در هر دو سال بیشترین میزان بودجه این قسمت از پلیس در واقع این بخش از پلیس توی بریتانیا از نشنال گورنمنت ساپورت شده و داده شده که گفتم بیدن اینکریس of چقدر 2.3 میلیون پوند این 2018 در ریچینگ چقدر عدد شده 177.8 میلیون پوند نکته ای که باید بدونید و خیلی مهمه اینه که در واقع ما علامت مثل پوند دلار و اینجور علامت ها میاد قبل از عدد حواستون باشه بریم جلو این پس شد یه دونه مین فیچر که با عددش و دیتیلش چقدر افزایش پیدا کرده به چقدر رسیده سپورت شده Local Taxes دیسپنس دیسپنس کلمه خوبی از لحاظ لکسیکا ریسورس میتونه خیلی خوب کمکتون بکنه به خاطر اینکه دیسپنس به معنی همون تقریبا دیستریبیوت یا پخش کردن یا پخش شدن هست پس دیسپنس رو من هایلایت کنم 91.2 and in 110 102.3 میلیون پوند این 2017 و 2018 respectively به ترتیب with the most rise که اینجا دوتا اگه نگاه کنید چی کشیدم دوتا فلش کشیدم که نشون بدم بیشترین افزایش توی تیبل هم مال همین لوکال تکسیز بوده which itself accounted for about one third of the total budget in 2018 در واقع 102 تقریبا میشه یه چیزی هلوشه یک سوم 318 total budget که این میشه همون make comparison where relevant دارم مقایسه هم همزمان انجام میدم که خیلی خوب میتونه توی تی ای نمرتونو رو بالا ببره تسک اچیومنت خب از لحاظ سی uh, سی هم دوباره اینجا مثلا از ریچ و همینطور ساختار گرامری فرق نمیکنه هم جمله کامپلکس میسازه هم به سی سی و فلوئنسی در واقع متن کمک میکنه ریچ ایت سلف اکاونتد فور for فور accounted for فریز و در واقع ورب فریز قشنگ اکاونتد فور about 1/3 و سعی کردم اون جایی که میشه اون عددها رو تبدیل کنم به کلمه ای انگلیسی مثل one third یک سوم کل بودجه. دوباره however the least amount of money کمترین میزان بودجه. اینم خب یه main فیچر دیه. least amount of a portion two. دوباره اینجا a portion two, کلمه یه فوقلاده خوشگلیه که از نوازه lexical resource میتونه کمکتون کنه. to the police was from other sources such as خودشان مثال زده, زده example grant such as grants having a just trifling increase of half a million pounds okay, اینجا هم دوباره trifling کلمه خوبیه ممنای جزئی خیلی کوچولو half a million pounds این دفعه half a million مثلا به جایی که بینیم نوشتم half a million pounds علامت پاوند نذاشتم این تنوع خیلی خوبه هرچند برای علامت دلار پوند و اینا بهتره بیشتر علامت رو بذارید و کلمه رو ننویسید که زیاد بنویسید ممکنه تاثیر منفی روی در واقع متنتون بذاره و اگزامینر بگه چرا مثلا ده, ده پونزه بار نوشتی دالرز به،, به, کلمه چرا رو نذاشتی و این ایراد واقعا اوکیه و میتونن این ایراد رو بگیرن خب اگه نگاه کنید از نظر ساختاری من اینجا یه دون جمله کامپلکس ساختم به خاطر اینکه با however شروع شده the least amount of money a portion to the police was from other sources such as fola که اینجا در واقع اومدم reduced relative clause استفاده کردم having a trifling increase uh, of half a million pounds که در واقع این جمله کاملش بوده which had a trifling increase of half a million pounds which حدش رو برداشتم و ویچش رو برداشتم و رو به علاوه ing کردم و اینجوری reduce relative کلاس ساختم که از نظر ساختارایی گرامری هم تنوع بدم به متن گزارشم خب تا اینجا توی این بادی پاراگراف ما تیبل رو کامل کردیم national government رو توضیح دادیم 2017 به 18 رو مقایسه کردیم گفتیم یکی کی فیچری که از بیشترین بودجه رو نشنال گورنمنت داده بعد اومدیم لوکال تکسز رو توضیح دادیم گفتیم بیشترین میزان افزایش بودجه از 2017 به 2018 مختص لوکال تکس بوده و کلش مقایسه و عددش رو در 2018 با کل بودجه در 2018 مقایسه کردیم گفتیم هولوش یک سوم بودجه رو تشکیل داده و بعد آدر sources که کی فیچرمون این بوده که کوچکترین کمترین بود رو از other sources گرفته پلیس و میزان افزایش هم گفتیم که نیم میلیون پوند بیشتر نبوده عددا و 2017 و 18 و مقایسه ها هم انجام دادیم حالا موقع اینه که بریم سراغ پای چارت خب برای اینکه دوباره از نظر سی سی اوکی باشه و بگیم که این پاراگراف با پاراگراف قبلی چه ربطی به هم دارن و این پاراگراف جدید اصلا رابط راجبه چیه از ریگاردینگ استفاده ریگاردینگ یعنی بریم سراغ پای چارت اون سپندینگ رو ببینیم چی واسه سالریز پےد و افیسرز اند آذر স্টাফ کمپرايزد 2/3 اف دی هول بودجت 2017 بات ایت هاد ریچد 69 by 2018 هفته رو با 18 مقایسه کردیم گفتیم که دو سوم کل بودجه رو که میشه همون بیشترین به خودش اختصاص داده در 2017 یک کم کم شده بات مقایسه کردیم با 2018 رسیده به 69 درصد اینجام دوباره در واقع اومدیم از عبارت اضافه گذاشتیم بین دو تا کاما paid to officers and other staff salaries comprised to thirds این paid to officers and other staff گذاشتیم بین دو تا کاما که خیلی کمک کننده است و but it had reached 69% خب by contrast که دوباره این به سیسمون کمک میکنه اونلی در واقع اونلی هم همین طور the technology area witnessed an increase of 6% in spending albeit هرچند که the lowest in comparison to others خب اومدیم سراغ چی اومدیم سراغ تکنولوژی که گفتیم تنها در واقع areaی بوده که witnessed an increase ازو شده میبینید 8 شده 14 در مقایسه ولی albeit ولی در مقایسه با دو تای دیگه بخش های دیگه others همی هنو همچنان چیه lowest خب این میشه make comparison where relevant این میشه identifying or highlighting key features یا main features از نظر ساختارهای لکسیکال در واقع وکابولری هم چیزهای خوبی داریم اینجا مثلا اینجا بحث ویتنس یا خود بحث spending یا کمپرایز two thirds of the whole budget از نظر وکبولری میتونه کمکتون بکنه از نظر ساختار گرامری هم چی اون جمله اول اگه نگاه کنین من, من سعی کردم با had reached از past perfect استفاده کنم by 2018 رسیده بود به 69 درصد که اینم میتونید ساختاری که ازش استفاده بکنید simple past با پست پرفکت و بگی تا قبل از یه سالی اتفاق افتاده بود در واقع و گفتم چقدر افزایش پیدا کرده هشت شده تا بهش اضافه شده شده 14 تا هنوزم کمترینه the area with no change که اینم دوباره یه در واقع لینکریه که میگه که اون قسمتی که هیچ تغییری نکرد که به سی کمک میکنه was buildings and transport for reach دوباره اینا به سی سی کمک میکنه a little less than a fifth of the total was budgeted یعنی یک کمی کمتر از یک پنجم کل بودجه اختصاص داده شده به بیلدینگ و ترانسپورت که یعنی اگه نگاه کنید هم هولوهوش 17 درصد یک پنجم میشه 20 درصد من گفتم a little less than که میشه همون هولوهوش 17 درصد دوباره از نظر لکسیکال ریسورس من به رنگ سبز اینجا بحث مقایسه f رو دارم اینجا فعل خیلی خوشکله باجت رو دارم همه میدونن باجت اسمه ولی کمتر کسی میدونه که باجت به با عنوان فعلا میتونه اینجا استفاده بشه که اینجا خیلی خوب من به صورت پسیو در واقع از نظر ساختار گرامری هم was budgeted پسیو هست همینطور a little less هم دارم comparison یا comparatives به کار میبرم یا اینجا مثلا the lowest superlative به کار بردم توش پر است از مقایسه یا مثلا the least کمترین amount اینا مقایسن که دارن انجام, انجام میشن الان اینجا هم accounted for هم از نظر ریسورس خیلی خوبه one third کلا تبدیل در به عدد به کلمات انگلیسی میتونه کمک کنه نیاز نیست همش این این کارو بکنید ولی بعضیاش که میشه اوکیه میتونه خیلی کمکتون بکنه این ساختار در واقع رایتینگ خیلی خوب و قویه که نمره خیلی بالایی میگیره که یک آکادمیک میتونه باشه ساختارش هم شاید اینترداکشن اوورویو و بعد بادی پرگراف ها همینقدر کافیه و میتونه در واقع رعایت کردن این تنوع کلمه ها ساختارهای گرامری مهمتر از ساختارهای گرامری و کلمه مقایسه برنامهریزی قبل از شروع بنوشتم که دقیقا چه اتفاقی افتاده توسط این گرفی که میبینید هایی که من کشیدم میتونه خیلی بهتون کمک کنه که بتونید برنامه ریزی اول خوبی بکنید و بعد شروع کنید بهنوشتن که بدونید دقیقا میخواید چی کار بکنید و چی بگید اگه نگاه کنید به دوتا بادی و یه بار دیگه یه نگاه کنید به اوورویو میبینید که دقیقا اون چیزی که من توی اوورویو گفتم رو خیلی خوب و کامل با عدد و رقم و دیتیل سپورت کنم. یه نگاه دیگه بکنیم به overview. میگه چی overview؟ توی overview چی ادعایی کردیم؟ چی گفتیم؟ so overall while the total budget has increased که اینو راجبش صحبت کردیم که اضافه شده تک تک چقدر and salaries consist of the majority of the budget که اینم راجبش صحبت کردیم گفتیم two thirds of the whole budget رو به خودش اختصاص داده سپورت کردیم عدد وردیم Its distribution pattern is relatively different in the two years که این که 8 شده 14 17 هفته فرقی نکرده 75 یک کچولی کم شده شده 69 با عدد و اینا میشه سپورت این قسمت آخر overview پس همجور که میبینید کامل overview مو support شده و این sample خیلی خیلی خوب و نمره بالاییه که میتونه بهتون کمک کنه امیدوارم که مفید بوده باشه